سلام وقت زیبایتون بخیر. ارزومند استام خوب ساعت و سلامت باشین. خیلی خوش آمدین به یک دیگر برنامه خودتون. برنامه رسم زندگی آغاز شد و مثل همیشه نیم ساعت برنامه را تقدیمتان میکنیم. پل های ارتباطی برنامه در اختیارتون گذاشتیم. راههایی که میتونه شما را به گونه یه سری فصل بسازه در برنامه خودتون 48 کلید 47 صفحه فیسبوک و برنامه و شما هایزان میتونین نظر به موضوع برنامه سوالات مربوطه ایتان را مطرح بکنین به شما تماس 020 و 320 زن. پیش از اینکه تماس بگیرین موقعیت تو هم مکان مناسب را انتخاب بکنین و آواز من را حضرق تلفن های همراهیتون بشنوین و صداهای تلویزیونیتون را پخش بکنین. موضوع امروزی رسم زندگی بر میگرده بر دلایل فقر و بیکاری. قرار صحبت هایمون را داشته باشیم با آقای مهرنوش اشرف که ایشان کارشناس مسائل اقتصادی هستند. در رابطه با این موضوع خیلی ها مهم صحبت های می داشته باشیم. اما در ابتدا میریم به طرف بسته معلوماتی. میبینیم و میدانیم. دوباره زود برمیگردیم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دلایل فقر و بیکاری. فقر و بیکاری در کنار ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی از جدیترین مشکلات افغانستان می باشد. این کشور یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و در حال حاضر به شدت به کمک‌های مالی خارجی وابسته است. این وضعیت سالهاست که بر این کشور سایه افکنده و ریشه‌های عمیق تاریخی دارد. برغم تحولات مثبت چند سال اخیر، هنوز این کشور خود را از دام این مشکل نرهانیده و اکنون بخش زیادی از مردم با این پدیده دست و پنجه نرم می‌کنند. فقر و بیکاری در کنار سایر پدیده‌های منفی چون جنگ، فساد، بی‌سوادی، قوم‌گرایی، آنارشی، زورگویی، ترجیح منافع شخصی نسبت به منافع ملی و غیره بر زندگی مردم افغانستان سایه افکنده و همه روزه به اشکال و انواع مختلف از مردم کشور ما قربانی می‌گیرد. اما امتیاز دیگری را که کشور ما دارد می‌تواند این باشد که اکثریت نفوس آن را جوانان تشکیل می‌دهد. و داشتن نفوس جوان برای افغانستان یک نعمت است. نعمتی که کشورهای چون ژاپن و آلمان و غیره کشورها از آن کم بهره می باشند. اگر فرصت استفاده از انرژی این جوانان در کشور فراهم شود، بدون شک می تواند انقلاب مثبت را در تمام عرصه‌های سرزمین ما رقم بزند. بسته معلوماتی که ارتباط مستقیم داشت با موضوع امروزی رسم زندگی دیدیم و دانستیم. پس چه خوب است صحبتمون را داشته باشیم با مهمان عزیز من آقای اشرف. سلام، خیلی خوش آمدین، وقتتون بخیر. تشکر. سلام به شما، سلام به همکاران تکنیکی شما، سلام به بیننده های تلویزیون شما. موضوعی که در رابطه با فقر است، فقر یکی از چالش های بسیار بزرگ در تمام جهان است و نه تنها در افغانستان که در تمام کشورهایی که رو به رشد است، رو به توسعه است و یکی از مسئولیت های بسیار بزرگ دولت ها و نهادهای سکتوری و اقتصادی است که اونها پالیسی ها، خدمش ها و سیستم هایی را ایجاد بکنند که بتوانند که میزان فقر و بیکاری را کاهش بدهند. آقای اشرف، خب قبل از این که با البته به جزئیات بپردازیم، چه خوب است در ابتدای برنامه اگر تعریف داشته باشین از واژه فقر و بیکاری. فقیر به کسی میگیم که اونها حداقل تامین معیشت حیاتی زندگی خود را نداشته باشه، که او نان باشه، آب باشه، لباس باشه، مسکن باشه. وقتی که کسی نتونست به می لوازم حوالیه و حیاتی و امرار معاش زندگی خود تداوم حیات ببخشه، ما با او فقیر میگیم. و تعریفی که سازمان جهانی کرده، کسی را که فقر به دو بخش تقسیم کرده، یکی فقر مطلق، دیگر فقر نسبی. فقر مطلق یا کسانی که فوق العاده فقیر هستند و کسانی هستند که درآمدی سالانه اونها کمتر از 370 دلار باشه و کسی که در فقر مطلق است اونها کمتر از 225 دلار درآمد داشته باشه. این طبق تعریفی است که سازمان جهانی ارائه کرده از فقیر و یک رابطه بسیار مستحکم بین فقر و بیکاری وجود داره. یعنی زمانی که افراد کار پیدا نتانست، افرادی که واجد شرایط کار باشه، استعدادی کار داشته باشه و توانایی انجام کار داشته باشه ولی نتانه که کار پیدا کنه، کاری مورد علاقه و مورد ذوق شه، ما به این میگیم بیکار. که البته این بیکاری باز انواع و اقسام مختلف داره
مثلا شما در افغانستان بیشتر شایدی بیکاری فصلی می باشین، چون 85% مردم در زراعت اشتغال دارن. زمانی که فصل زراعتی یا گرما از بین رفت و فصل سرما آمد، با مجرد آمدن فصل سرما یک تعداد زیاد از هموطنان ما که قبلا در مصارف زراعتی و کشاورزی مشغول بودن، اینها بیکار می شوند. و یکی هم بیکاری است که سبب ایجاد فقر می شود، و بیکاری تکنولوژیکی است. مثلا در سابقه شما افراد زیادی را به خاطر دهقانی، به خاطر کسب و کار می گماشتین تا اینکه یک مزرعه را به کار آماده می کردین، به کشت و حاصلات. ولی حالی همو کار ماشینالات انجام می ده که این در کشورهایی که نفوس جوان و بیکار داره یک تهدید به حساب می شه. درست است که استفاده از تکنولوژی مزایای خاص خود داره، باعث افزایش بهره‌وری میشه، باعث افزایش تولید میشه، باعث افزایش سرعت کاری میشه. ولی نواقص از این است که مردمی که قبلا در کار انجام میداد، حالا همون کاری از وار تکنولوژی انجام میده. علما اقتصادی در قسمت توصیه‌ای که دارن این است که کشورهایی که سرمایه زیاد دارن، مثل ژاپن، مثل امریکا، یا میتونن که از ماشینالات سرمایه بر در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاریشان استفاده بکنن. ولی در کشورهایی که مثل هند است، مثل برازیل است، مثل افغانستان، کشورهایی که نفوسی کاری و جوان زیاد داره، یا باید از سیستم اقتصادی استفاده بکنه که کاربر باشه، یعنی نیروی کار جوان زیادتر دو استخدام شد. خب یعنی در کل چی نوع سیستم باید باشد؟ یا هم سیستمشان شامل کدام بخش یا هم شامل کدام معیارات باشن؟ قسمی که شما همچنان اشاره کردید که بعضی از افراد هشاس کالا در گذشته ها مصروف کشاورزی بودن و محصولات را البته هرزه می کردن، ولی فعلا کارهایشون را یا هم عمل کردهایشون را تکنولوژی معلوماتی انجام میده. پس بیشتر هست شما میشنوید. بله، خب ما میتونیم که در قسمت از کشورهایی که تجربه داره در بخش استفاده بکنیم. مثلا هند 80-85% مردم هند مصروف کارهای کشاورزی بودن، ولی زمانی که صنعتی شد، به طرف صنعتی شدن رفتین، دولت یک سیستمی را پیش گرفت که مردم آموزش داد تا اینکه مسائل صنعتی، استفاده از ماشینالات، چالان کردن و شیوه تولید از ماشینالات یاد بگیرن. بعد از اینکه مردم آیسته آیسته او سیستم یاد گرفتن، از زراعتی شدن آیسته آیسته به طرف صنعتی شدن رفتن. یعنی دولت میتونه که میکانیزم پیش بگیره که هم آیسته آیسته صنعتی شود زراعت، و هم ای که از نیروی کار فعال جوان استفاده شود در بخش های صنعت و بخش های خدمات. خب علل همدیش در چی است آقای اشرف؟ خب ایره ما گفتن نمیتونیم، بله زمانی که حالا ما رشد خیلی خوب داشته باشیم در بخش تکنولوژی یا هم در بخش ماشینالات، شاید همین علل همدیش بتواند باشد. همانی شاید دیگر علل حامل همچنان در پی داشته باشد یا هم در قبال داشته باشد که در کشوری که حالا زندگی میکنیم و زیز داریم، بیکاری به اوج خود رسیده و هم وطنانمون در خط فقر زندگی میکنن. ای که حالا چی دلایل را میتواند داشته باشد؟ صحبتهای من ادامه دارد، اما فعلا وقف خیلی کوتاه، دوباره برگشتم. باز هم سلام، وقت بخیری دارم به تمام شما دوستداران و علاقمندان برنامه رسم زندگی. خدا کنه خوب صحت و سلامت باشین و ممنون از نگاه های نازتان که تا این دم برنامه خودتان را، برنامه رسم زندگی را به دیدن انتخاب کردین و امرایتون را تا ختم برنامه خواهان استان. باز هم جا دارد یک یادری خیلی کوتاهی داشته باشم، هست شما رو تماس برنامه 020-220-90 فعلا صحبت های من ادامه دارد با مهمان عزیزمون. خب آقای اشرف، قسمی که قبل از وقفه اشاره داشتیم روی علل و حامل، پس بیشتر هست شما میشنیم یا هم وضاحت بیشتر اگر میتونید داشته باشین بفرمایید. بله، خب فقر دلایل مختلف داره، ولی در هر کشور دلایل خاص خود داره. یکی از دلایل بسیار مهمی فقر در افغانستان وجود ناامنی ها و جنگ های داخلی متداوم است. زمانی که جنگ باشه مسئولیت سرمایه گذاری وجود نداره. زمانی که مسئولیت سرمایه گذاری وجود داشت، تاجر آماده نمیشه که پول و سرمایه خود در قسمت تولیدات، در قسمت تشبثات، در قسمت شرکت های سرمایه گذاری ایجاد بکنه، و این باعث کاهش کار، کاهش درآمد مردم و افزایش بیکاری میشه. اما دلیل دیگه ای که اتفاق علمای اقتصاد با او اجماع نظر دارن این است که افزایش بیرویه جمعیت است. مثلا شما ببینید که 12,000 سال قبل جمعیت جهان به 5 میلیون نفر می رسید، یعنی کمتر از کابل فعلی که 6 میلیون گفته می شود.
و بعد 2000 سال قبل از میلاد جمعیت جهان به 250 میلیون نفر رسید که یک بر چهارم حصه جمعیت هندوستان است. ولی فعلا جمعیت بالاتر از 7 میلیارد نفوس می باشد. در کشور البته که در اینجا در کشورهایی که از نیروی کار خوب استفاده می کنند، استفاده مؤثر می شود، بیکار نمی مانند افراد، تحصیلات خوب می داشته باشند، مهارت هایی را یاد می گیرند که او را به کار برده می تانند، در اونجا بحث علایده است. ولی در کشورهای جهان سوم مثل افغانستان که افزایش جمعیت که نمی تانند از او استفاده درست بکنند، که از او تحصیلات درست کرده نمی تانند، باعث می شود که این باعث افزایش بیکاری می شود و این خودش یک مشکلی اساسی در اقتصاد است. و همچنان جمعیتی که زمانی که جمعیت افزایش کرد، در پهلوی از دین ها و باورهایی که وجود داره، فرهنگی که وجود داره، این هم باعث پیشرفت اقتصادی و یا فقر و یا عقب‌مانی میشه. مثلا شما در نظر بگیرید که 50% نفوس افغانستان یا کمتر و بیشتر زن ها هستند. اگر دین یا دستورات دینی و فرهنگی برای اونها اجازه کار نده، این خودش به این معنی است که نصف جامعه فلج می باشد از لحاظ اقتصادی، که یک معضله بسیار بزرگ است که آموزه های دینی مثل دین اسلام، مثل دین ارتودوکس یا همیشه زنها و مردم تشویق به کار، به فعالیت، به تجارت، به سعی و تلاش می کنند. خب حالا حکومت افغانستان چقدر تانست که کارکردهای مثبت داشته باشد در بخش اقتصاد کشور؟ چون زمانی که اگر زمینه اشتغال زایی وجود داشته باشد، بدون شک ما توانستیم رشد بسازی را همچنان داشته باشیم در بخش اقتصاد یا هم در تمام ابعادی که میتواند یک کشور خیلی ها کمک بکنه. بله، خب برنامه های مختلف است. مثلا شما اگر همه برنامه های اقتصادی که او باعث افزایش اشتغال میشه، اشتغال زایی میشه، سهم گرفتن جوان ها و زن ها در مسائل اقتصادی میشه، این ارتباط داره به یک دولت مقتدر. زمانی که دولت اقتدار نداشت، زمانی که در گمرکات فساد وجود داشت، زمانی که حسابدهی نبود، زمانی که شفافیت در سیستم های مالی نبود، زمانی که دولت خود مسئول بهبود وضعیت زندگی مردم ندانست یا ایست که ناتوان بود در یک قسمت، باز ای بجای از اینکه دولت به اصل وظایف خود توجه کنه، باز میزان فقر، میزان بیکاری زیاد میشه. و یک رابطه بسیار مستقیم بین میزان افراد بیکار و جرم و جنایات وجود داره. زمانی که بیکاری زیاد شود در یک کشور، هر قدر بیکاری که زیاد شود، به مو میزان جرم و جرایم افزایش پیدا میکنه. متاسفانه دولت افغانستان در این 5 سال یا 10 سال یا اخیر بعد از سقوط طالبان 18 سال تقریبا نتوانست که کدام برنامه درستی را اجرا بکنه که او باعث شود که جوانان در داخل کار پیدا بکنند و از مهاجرت جلوگیری شود، تولیدات داخلی افزایش پیدا بکنه و این تولیدات باعث افزایش صادرات شود و این افزایش صادرات باعث میشه که پول از بیرون کشور به داخل کشور بره. خب حالا سوال همین جاست آقای اشرف، خب حالا در همین مدت چندین سال که شما اشاره کردین باید برنامه های اقتصادی می داشتن که نداشتن. خب حالا اگر باز هم زیربنای اقتصادی خیلی خوب داشته باشیم، باید شمال کدام برنامه های اقتصادی شد و کدام ویژگی ها یا هم کدام معیارات را مد نظر بگیره؟ بله، معیاراتی که میتونه که باعث رشد اقتصادی و کاهش بیکاری شود، یکی کاربردی کردن تحصیلات است. شما مثلا در پانتون ها بروین، خصوصا پانتون های دولتی و خصوصی، این پانتون ها که است، چیزی که در صنف گفته میشه، چیزی که در میز درسی گفته میشه تا میز کاری بسیار فاصله داره. مثلا شما امروز یک بخش عمده بیکاری دلیلش این است که کسایی که مثلا از تجارت فارغ میشن، از حقوق، از سیاست، از هر بخشی که فارغ میشه، اونها مهارت های لازم در اون بخش کسب کرده نمیتونند. یعنی بازنگری سیستم تحصیلات عالی و کاربردی کردن درس ها خیلی مهم است. خب چی نوع بازنگری باید داشته باشند در نظام تحصیل و تعلیمی کشور؟ مثلا شما در اقتصاد زمانی که یک محصول تیه و تدارکات میخوانه، او نمی بعد از اینکه ختم شد مضمون، به احتمال قوی هم استادش هم خودش تا آخر نمیفهمه که چی بود، فقط یک چند تعریف یاد میگیره که داوطلبی چیست و تدارکات چیست و آفر چیست. ولی او بخشی که کاربردی است، او بخشی که عملی میشه در تدارکات ملی، او را باید بیارن از اونجا، محتوای از او را بگیرن، بیارن اینجا درس بدن.
یا مثلا شما زمانی که سیستم محاسبه مالی و مالیات درس میدین باید عملا همین مواد از وزارت مالیه بگیرین، یا زمانی که شما بودجه و سیاست های بودجه را درس میدین باید عملا بودجه دولت افغانستان در اونجا بست کرده شود و گنجانیده شود. یعنی ای که در هر بخش فاصله بین صنف، بین درس و بین میز کاری باید از بین برده شود. متاسفانه سیستم های تعلیمی و تحصیلی بسیار فرسوده، ناکارا و غیر کارآمد است. به می دلیل است که شما یک فرد از اقتصاد فارغ بودین، اگر ماستری هم داشته باشه در افغانستان، او خودش با وجودی که تشبثات و اداره و تجارت خوانده نمیتونه که برای خود کار ایجاد بکنه، و این ناشی از سیستم ضعف و کنه و فرسوده سیستم تعلیمی و تحصیلی است که باید بازنگری شود. همچنان دولت باید در قسمت حرفه مهارت، کسب حرفه و مهارت که در چین، در ژاپن، در بسیاری کشورهای انکشاف یافته زیادی مردم ها در حرفه مصروف هستند، مثلا نجاری، مثلا کامرامینی، مثلا دیگه بخش ها، نلدوانی، یا را باید به شکل حرفه ای انستیتوت ایجاد بکنه و مردم را جذب بکنه، کسایی که فارغ سنف 12 است و عملا از این بخش فارغ شوه یا به شکل مسلکی و خوبترش به می کار اشتغال ببرزن. این راهکارها خیلی زیاد است، ولی چیزی که مهم است اقتدار دولت است. یکی دوم بازنگری سیستم نظام اقتصادی بازار است. شما در قانون اساسی وقتی که نظام اقتصادی افغانستان تعریف شده، در اونجا نظام اقتصادی بازار تعریف شده. بر مبنای اقتصادی بازار دولت بسیار نقش ضعیفی در سازوکار فعالیت اقتصادی داره. این در جای قابل تطبیق است که در اونجا قانون حاکمیت داشته باشه، فعالیت اقتصادی منظم باشه و قانون 100% تطبیق شد و امنیت و مسئولیت وجود داشته باشه. شما در کشوری که نه امنیت دارین، نه مسئولیت دارین، نه عدالت اجتماعی دارین، چطور میتونین که نظام اقتصادی بازار به شکل لجام گسیختش شما تطبیق بکنین؟ شما شاهد هستین که چند وقت پیش که در زمانی که کرونا بود، دکاندارا یا تاجرا به شکل سرسام‌آور، بله بله، خب حال یک کمی خفیف‌تر شد، به شکل سرسام‌آور قیمت ها را سر به خود بالا می بردن. در هیچ جای دنیا سیستم اقتصادی و نظام اقتصادی به این شکل نیست که هر کس هر چیزی که دلشان خواست بکنه، بلکه دولت تا یک میکانیزمی درست که او متشکل از وزارت تجارت باشه قیمت گذاری میکنه و هر قیمت نامه نرخنامه میتر به اساس از او پیش میرود. بله دقیقا، یعنی در کل میتونه خیلی مشکلات زیاد را به بار بیاره. قسمی که آقای اشرف همچنان نکته خیلی خوب و حساسی را اشاره کردن، در زمانی که ویروس کرونا در افغانستان رو به افزایش بود و فعلا همچنان وجود داره، بله باز هم شما این گونه فکر نکنین که فعلا ویروس کرونا یا هم کویت 19 به حالت خفیف آمده، نه خیر، بله شما همیشه وقت باید کرونا را جدی بگیرین و دستانتون را همه روزه به مدت 20 الی 30 ثانیه با آب پاک و صابون بشوین. خب با آقای اشرف، قسمی شما همچنان اشاره کردین که کسانی که حالا مسئولیت نمی داشته باشند در کشور بدون شک مشکلات خیلی زیاد را میتونن به بار بیارد. خب شاید دلیل خاص خود را همچنان داشته باشد. ما بازرگانان خیلی زیاده داریم، سرمایه گذاران خاص خود را داریم در کشورهایی که میرن خارج از کشور، البته تجارت خود را آغاز میکنن. خب زمانی که اگر مسئولیت کاری با وجود آمد در افغانستان یا هم تطبیق شد و سرمایه گذاران آمدن و مارکت را یک بار چک کردن یا هم کنترل کردن، این میتونه بازم روی حل باشد به خاطر از بین بردن بیکاری یا هم فقر یا خیر؟ بله بله دقیقا، مثلا زمانی که صلح باشه، مسئولیت باشه، سرمایه گذار اطمینان حاصل بکنه که اگر من سرمایه گذاری میکنم بچه ما اختطاف نمیشه، مالی ما دزدی نمیشه، او دقیقا افغانستان فرصت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری داره. چند روز پیش گزارشی بود از سرمایه میسی عینک که 76 میلیارد افغانی تخمین شده. این یک پولی بسیار گزاف و یک معادنی بسیار بی‌نظیر در سطح جهان می باشه. یا ایست که معادن گازی که در شبرغان و جوزجان وجود داره فاریاب، این یک سرمایه بسیار بزرگ است. یا معادن زمردی که در پنجشیر و بدخشان وجود داره یک معادن بزرگ است. یا معادن تلایی که در نورابه وجود داره، اینها یک سرمایه بسیار بزرگ هستند و به اندازه ای که فرصت کاری در افغانستان مساعد است، در هیچ جای دنیا مساعد نیست. ما یک مثال داریم که در سال 2008 تا 2009 افغانستان 8.2% رشد اقتصادی داشت. در همین سال شما اگر رشد اقتصادی چین هم ببینین،
در اونجا 0.3% رشد اقتصادی داشتن. دلیلی از این چی است؟ دلیلی از این است که اینجا ظرفیت ها خوابیده است، ولی در دیگه کشورها ظرفیت ها مشبوه شده. شما مثلا در بخش تولیدات، شما وقتی که صبح در دبستخان بشینین با قیماق پاکستانی سر کار دارین، با پنیر ایرانی سر کار دارین، اما به دلیل نبودن مسئولیت همه این چیزا، با وجودی که ما و شما کشوری زراعتی هستیم، در داخل تولید نمیشه مسئولیت. خب حالا خود مردم چقدر میتونه نقش خود را داشته باشن؟ آقای اشرف درست است، مشکلات چالش ها خیلی زیاده در افغانستان، ولی ما بعضی از افراد اشخاص را داریم که اونا تولیدات داخلی را ارائه میکنن و در دسترس هموطنانمون قرار میتن. ای که حالا هموطنانمون چقدر تونستن همکار و همگام باشن با بازرگانان کشور و از فراورده های داخلی استفاده بکنن، خیلی کوتاه اگر بفرمایید. بله، خب خوشبختانه یک مقرره جدید دولت وحدت ملی تصویب کرد که در او گفته شده بود به تمام ادارات دولتی که باید از محصولات و تولیدات داخلی استفاده شود. ولی چیزی که در داخل تولید میشه ای با حمایت نمیشه توسط گمرکات. مثلا شما بسیاری آلات و اسبابی که در داخل تولید میکنین باید گمرکی ازی بالا شود، یعنی از خارج باید یا آورده نشود. این باعث میشه که هم بیکاری از بین ببره، هم تشبثات کوچک تشویق شوه و هم باعث افزایش درآمد و اشتغال شوه. این راهکارهای مختلفی وجود داره، ولی در سر همه گپا ای است که دولت باید اقتدار داشته باشد، دولت باید اراده محکم برای بهبودی وضعیت معیشتی و زندگی مردم داشته باشد، دولت باید برنامه های را روی دست بگیره، متخصصین هر بخش خصوصا در بخش اقتصاد جمع آوری بکنه، پالیسی بسازن از نظریات از یا و ایره قابل اجرا و تطبیق بدانند. اینی ما یک بحث بسیار مهم در اقتصادی است که ظرفیت ها خوابیده است. همیشه شما نمیگین که مثلا ژاپن، شما مثال آورده میتونید، ژاپن یک کشوری است که سرمایه منابع طبیعی کم داره، نیروی جوان کم داره، ولی چون دولت اقتدار داره اونو سر و سامان داده، از طریق صادرات و واردات امروز یکی از کشورهای قدرتمند اقتصادی است. اینی هیچ چیز بانه شده نمیتونه برای عقب مانی بجز دولت ضعیف، دولت ناکاره، دولتی که دو فساد وجود داشته باشه. بله دقیقا. پس چه خوب است هموطنان عزیزمون بیم که دست به دست هم داده کارهای مثبت را انجام بدیم در بخش اقتصاد کشورمون و به احتکار نبگیم و همچنان از فراورده های داخلی کشورمون، از تولیدات داخلی کشورمون استفاده بکنیم تا شود شاهد یک اقتصاد خیلی خوب باشیم در آینده ها. ممنونتان، سپاسگزار هستم از این حضور پیدا کردین در برنامه رسم زندگی. اگر حرف دارین پیام باقی مانده بفرمایید. تشکر، سلامت باشین. فقط دولت باید مشکلات مردم را ببینه. مردم خصوصا در دیات 70-80-90% مردم فقیر هستند، با آب یا آشامیدنی سویی دسترسی ندارند، بنان حتی بنان خشک دسترسی ندارند. اینها باید عدالت انسانی و وجدان انسانی و عدالت اسلامی را رعایت بکنند. شما سلامت باشین آقای اشرف از اینکه حضور پیدا کردین. زنده و سلامت. خب بیننده های خوب من، این بود برنامه امروز، بحث امروز که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد همه شما رو ملایک تو بی همتا امانت میکنم. شب روزتان خوش، بقیه لحظاتتان خوش بگذره. خدا نگهدار.